در 2 سال گذشته در اونتاریو، قانون ارثی دستخوش تغییرات عمده قانونی شده است که می تواند بر برنامه ریزی مالی و همچنین اداری اموال متوفا تأثیر بگذارد. از 1 ژانویه 2022 تغییرات جدیدی در رویه مربوط به اداری اموال متوفا یا فرمهای جدید دادگاه قانونی برای درخواستهای وراثتی و همچنین تغییراتی در قانون اصلاح قانون وراثت ایجاد شده است. اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت، فرمهای جدید دادگاهی را در چارچوب قوانین آیین دادرسی مدنی برای درخواستهای وراثتی ایجاد و اجرا کرده است. این تغییرات جدید به دنبال ساده‌سازی رویه در اونتاریو برای اداره اموال و کمک به افزایش کارایی در سیستم دادگاه با بهبود زیان راهبردی و ایجاد الزامات کمتر در رابطه با روند درخواست برای صدور گواهی حصر وراثت است. تغییرات در رویه صدور گواهی حصر وراثت. قانون 74 قوانین آیین دادرسی مدنی بر درخواست گواهی انحصار وراثت حاکم است و فرم‌های جدیدی را معرفی کرده است که باید از اول ژانویه 2022 برای درخواست انحصار وراثت اونتاریو استفاده شود. چندین فرم جدید وجود دارد که فرم‌های مختلفی را که قبلاً استفاده می‌شد خلاصه و ترکیب می‌کند به این امید که کاغذبازی‌های مربوطه را کاهش دهند. فرم‌های جدید به منظور ارائه مقداری شفافیت و ساده‌سازی برای کمک به تسهیل فرایند در سیستم دادگاه و کسانی که به دنبال درخواست برای گواهی انتصاب مجری یا بدون وصیت‌نامه هستند میباشد. وبسایت فرم دادگاه اونتاریو حاوی جدول مفیدی است که فرم‌های جدید و قدیمی را مقایسه می‌کند که می‌تواند به عنوان یک نقطه قوت به افراد در پیمایش فرم‌های جدید کمک کند. فرم جدید 74A اکنون 3 نوع درخواست مختلف را پوشش می‌دهد. قبلاً هر نوع درخواست فرم خاص خود را داشت و فرم جدید 74C جایگزین 9 فرم قبلی می شود که به ساده تر شدن فرایند اخذ گواهی انتصاب کمک می کند. در نهایت، هدف از بازنگری و ایجاد فرم‌های دادگاهی جدید، ساده سازی و روند درخواست مربوط به انحصار وراثت در اونتاریو و سایر متخصصان درگیر و عموم مردم است که درخواست برای گواهی مجری اموال متوفا دارند. تغییرات در قانون اصلاح قانون وراثت. تغییرات قانون دارایی که توسط لایحه 245 قانون تسریع دسترسی به عدالت در آوریل 2021 تصویب شد، با تغییراتی که در فرم جدید در اوایل سال 2022 اعمال شده است مطابقت داشت. با تغییرات جدید مهم است که طرح مدارک خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که اسناد شما به روز می باشند و مطابق با خواسته ها و نیازهای املاک شما هستند. در قسمت پایین لیست مختصری از برخی از تغییرات مهم در قانون املاک آورده شده است که ممکن است به صورت بالقوه بر برنامه‌های املاک شما تأثیر بگذارد. 1. ازدواج هرگز همانند گذشته موجب ابطال خودکار وصیت قبلی نخواهد شد. 2. زوج مطلقه حق هیچ بخشی از دارایی همسر سابق خود را ندارد مگر اینکه در وصیت‌نامه وی خلاف آن تصریح شده باشد. 3. در صورتی که وصیت‌نامه به درستی تنظیم نشده باشد، دادگاه می‌تواند حکم به اعتبار و نافذ بودن آن سند بدهد که گویی به درستی تنظیم شده است. 4. امضای شاهدان از راه دور برای وصیت و وکالت مجاز است به شرط رعایت برخی شرایط قانونی. این تغییرات میتواند به طور بالقوه باعث ایجاد دردسرها و مشکلاتی برای افرادی شود که در حال برنامه ریزی برای اموال خود دارند و در حال ایجاد تغییرات در زندگی خود هستند، مانند ازدواج یا طلاق. علاوه بر این، آن دسته از افرادی که قبلاً وصیت‌نامه‌هایی را قبل از انجام تغییرات قانونی فوق تنظیم کردند و از آن زمان تغییرات عمده زندگی را تجربه کردند، باید برای بررسی و بازنگری اسناد خود بر این اساس زمان بگذارند تا اطمینان حاصل شود که خواسته‌های وصیتی آنها رعایت می‌شود. صحبت و مشورت با وکیلی که میتواند به شما در برنامه ریزی برای این تغییرات زندگی و همچنین به روز بودن تغییرات اخیر در قانون کمک کند مهم است. بهتر است این تغییرات را با یک متخصص حقوقی که به خوبی با قوانین املاک اونتاریو و تغییرات اخیر در آن آشناست بررسی کنید. وکیل و مشاور حقوقی خوب میشناسی؟ برای چه کاری میخوای؟ این سوال و جوابیه که بین هزاران فرد رد و بدل شده، چون آدما همیشه با مسائلی مواجه میشن که برای رفع اونا نیاز به یه وکیل یا مشاور دارن تا بتونن ازش راهنمایی بگیرن و یا مسائل حقوقیشون رو به دست اونا بسپرن. جالبه براتون بدونید که یه پلتفرم آنلاین به اسم فیس لا وجود داره که شما رو دقیقاً به همون چیزی که نیازتونه میرسونه، با امکانات جذابی مثل رادیو تلویزیون آنلاین، مجله
تخصصی مسائل حقوقی آنلاین، اپلیکیشن و وبسایت داره که بهتون کمک میکنه تا وکیل و مشاور حقوقی مورد نظرتون رو پیدا کنید. میخواین مهاجرت کنین؟ میخواین شرکت ثبت کنین؟ تصادف کردین؟ وصیت‌نامه میخواین تنظیم کنین؟ برای خرید و فروش ملکتون نیاز به وکیل دارین؟ حتماً به فیس لاو دایرکتوری آنلاین وکلا، مشاوران حقوقی و مهاجرتی مراجعه کنین.